سلام دوستان، آیا به یاد دارید زمانی رو که مردم برای بایگانی پرونده های خودشون از همچین مکان هایی استفاده می کردن؟ در اون زمان مردم فکر نمی کردن که روزی بتوان تمام این پرونده ها را در همچین چیزی بایگانی کرد. اما در همان زمان دانشمندان به فکر هوش مصنوعی بودن. باور موضوع امروز ویدیوی ما به همون اندازه مشکل است که 40-50 سال پیش باور همچین بایگانی مشکل بود. ما امروز دو ویدیو داریم و ویدیوی اول در مورد هوش مصنوعی است. با هم ببینیم. سال 1950 آلن تورینگ آزمایشی را به نام آزمون تورینگ در نوشته‌ای به نام محاسبات ماشینی و هوشمندی انجام داد. آزمون به این صورت انجام می‌گیرد که یک شخص به عنوان قاضی با یک ماشین یا همان هوش مصنوعی که طراحی خود آلن تورینگ بود و یک انسان به گفتگو می‌نشیند و سعی در تشخیص ماشین از انسان می‌کند. در صورتی که هوش مصنوعی بتواند قاضی را به گونه‌ای بفریبد که در قضاوت خود دچار اشتباه شود، توانست از آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد. برای اینکه تمرکز آزمون بر روی هوشمندی ماشین باشد و نه توانایی آن در تقلید ساده انسان، مکالمه تنها از طریق متن و صفحه کلید و نمایشگر کامپیوتر صورت می‌گیرد. جان مک‌کارتی که به خاطر خدماتش به پیشرفت علم کامپیوتر در زمینه هوش مصنوعی جایزه تورینگ را دریافت کرد، در سال 1955 پروژه دارتموس را سازماندهی کرد و به طور واضح اصطلاح هوش مصنوعی را به کار برد و پس از آن نام هوش مصنوعی در سال 1965 میلادی به عنوان یک دانش جدید ابداع گردید. این دانش جدید راه خود را ادامه داد تا اینکه شرکت IBM در سال 1996 میلادی ابرایانه دیپ بلو را ارائه کرد. این ابرایانه با قرار گرفتن در مقابل استاد بزرگ شطرنج یعنی گری گاسپاروف روس و شکست این استاد بزرگ شطرنج همگان را شگفت‌زده خود کرد. این دانش جدید راه پیشرفت را در پیش گرفت تا اینکه شرکت IBM هوش مصنوعی به نام واتسون را در سال 2011 میلادی به نمایش گذاشت. واتسون در همان سال در مسابقه جوپردی شرکت کرد و توانست با شکست دادن دو رقیب خود جایزه 1,000,000 دلاری این مسابقه را به نام خود کند. پیروزی که خوشحالی برای دوستداران تکنولوژی و نگرانی برای آینده انسان در پی داشت. پس از آن خبرهای زیادی در راه پیشرفت هوش مصنوعی به گوش رسید تا اینکه در فوریه 2019 IBM گام بعدی را به عنوان پروژه دباتر برداشت. دباتر در نهایت وارد مناظره با انسان شد. این مناظره در دو دور مختلف مقابل دو منازگر قهار به نامهای نوا اووادیا و دن زفیر بود که توانستند در نهایت با فاصله بسیار کمی هوش مصنوعی IBM را شکست دهند. اما با فاصله بسیار کمی. نکته مهم در این مناظره توانایی دباتر در گوش دادن به استدلال‌های مطرح شده از سوی طرف مقابلش و همچنین تلاش برای رد نظر وی بود که درست مانند یک انسان به نمایش گذاشته شد. گاهی اوقات نیز دباتر حرفی که ممکن بود طرف مقابل بزند را حدس می‌زد و با پیش‌دستی حمله لفظی تازه‌ای را علیه وی آغاز می‌کرد. دباتر حتی دوبار تلاش کرد که با شوخ طبعی جواب طرف مقابلش را بدهد و یک بار هم گفت اگر که خون داشت خونش از حرف‌های آن به جوش می‌آمد. خبرها حاکی از سپردن پست‌های مهمی به هوش مصنوعی است. پست‌هایی که انسان‌های زیادی را مطیع خود می‌کند. آیا هوش مصنوعی به بهتر شدن دنیای انسان‌ها کمک می‌کند یا باعث نابودی انسان‌ها می‌شود؟ انسان همواره به فکر این بوده است که چگونه میتوان جاودانه و گویا دانشمندان به نتایج بسیار مهمی در این زمینه رسیدند. ویدیو دوم رو با هم ببینیم. آیا با بازی سیمز آشنا هستید؟ در این بازی شما یک زندگی واقعی را تجربه خواهید کرد. شما می توانید درس بخوانید، به سن بلوغ برسید، بسازید و ویران کنید، کار کنید، عشق بورزید، با دیگران هم صحبت باشید، به سینما بروید و یا هر آنچه که در زندگی واقعی انجام می دهید را در آن بازی انجام دهید. در این بازی شما در قالب یک شخص ایفای نقش می‌کنید. در واقع این ذهن شما است که بدنی دیگر را در دنیای دیگر کنترل می‌کند.
در طول بازی شما به معنای واقعی از جهان پیرامون خود دور شده و غرق دنیای داخل بازی میشوید و به معنای واقعی یک زندگی دیگر را تجربه میکنید. چند سال پیش دیمیتری اسکوف میلیاردر روسی با عنوان این مطلب که میخواهد ذهنش را به یک ربات منتقل کند دنیا را شگفت زده کرد. اما آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ برنامه مد نظر دیمیتری اسکوف بارگذاری ذهن انسان در پیکر ربات بود. او امیدوار است با استفاده از بارگذاری ذهن اشخاص بتوانند درون ربات و یا یک دنیای شبیه سازی شده به زندگی خود ادامه دهند، در حالی که بدنشان مانند غلافی خالی که میتوان آن را به دور انداخت بی استفاده خواهد شد. به گفته دانشمندان پس از انتقال ذهن یک شخص به قالب جدید وی خواهد توانست همچنان به عنوان بخشی از یک جامعه به زندگی خود ادامه دهد. و یا در روش دوم، یعنی بارگذاری ذهن در دنیای شبیه سازی شده. اما منظور از دنیای شبیه سازی شده چیست؟ دانشمندان میگویند در این روش دنیایی برای شما مشابه زندگی زمینیتان میسازند. با انتقال ذهن به دنیای شبیه سازی شده میتوان حیاتی ابدی به انسان اهدا کرد و این در حالی است که بستگان شما هر لحظه میتوانند شما را از طریق کامپیوتر تماشا کنند و شما حتی نخواهید فهمید که روزی انسانی بوده و در دنیایی دیگر زندگی میکردید. به بازی سیمز برمیگردیم. تصور کنید که ذهن شما در داخل این سیستم آپلود شده باشد و شخصی را که شما با ذهنتان از دنیای بیرون و به وسیله دستانتان با فشار دادن بر روی کلیدهای کامپیوتر کنترل می‌کردید، حالا از داخل خود این سیستم هدایت کنید. حالا شما همین تجربیاتی را خواهید داشت که در هنگام بازی از طریق کامپیوتر داشتید. با این تفاوت که دیگر دنیای خارج از این بازی برای شما وجود ندارد و شما غرق دنیای جدیدتان می‌شوید. اینجا یک سوال پیش می آید. پس تکلیف روح چه می شود؟ تحقیقات دانشمندان روح را جدا از مغز و ذهن انسان نمی دانند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع ویدیوی ما با عنوان روح و جسم را تماشا کنید. برای بارگذاری ذهن انسان در کامپیوتر و در قالب یک ربات تقریبا شدنی است. اما باور بارگذاری ذهن انسان در دنیای شبیه سازی شده تقریبا غیر ممکن است. اما واقعیت این است که زندگی شبیه سازی شده در انتظار ما. آیا میخواید جاودانه شوید؟ پس عمل کنید. این گفته من نیست. این گفته جمعی از دانشمندان است که سال 2045 را سال دگرگونی نامیدند. آیا میخوایی جاودانه شوید؟ برمیگردم.